فلان 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 رفتم بودم خیلی بره من نمیدونم میگو بابا یه کال ما کدام عجیب شما خانم با این حرفی که میزنی میتونید از وزارت بندازید گفت نه بابا کسی دیگه پشت من کجا آقا همین زنش چند سال پیش بنده خدا گفتن رفته عمل جراحی انجام بده زیبایی اندام مرد خب کشتش دیگه خودم دکتره حالا رفته سه تا چهار تا زنش سیغی نگیره مردی که همین ولایتی خب این ولایتی بعد یکی دی نکته دیگه این تمام خونه های چند میلیاردی که تو ترکیه ساختن که بعد چند وقت دیگه همین دار مثل سرمایه‌گذاری که تو دبی یا قطر شد مصادره میکنه ترکیه میلیاردها دلار که تو ایران باید پول بسازن کار بسازن زندگی بسازن من تو دبی و اینا حالا تو ترکیه رفته ساختن بچه های مردی که ساختن جایزه هم گرفتن وقت شما بی ارزه هم بگیم نشستین بینو تماشا بکنید حالا ببینین همین بلد نیستی که حافظ بخونید برابر اینا کیا دارید؟ نسل شیران رو دارید شیرم که میگم نه که مثل آقا شیر نگاه کنید شیر تو ایران شیر کهنساله پیرمرده شما ببینید؟ این برای من و تو این آقا توی مترو با این جرأت و با این سن اومده کاش جوونا هم این قدرت رو داشتن فکر کردی فقط همین کهنسالا شیران ایران به قول زرتشت که اومد من گفت این شیران شهرهای میهن اهورایی فکر کردی همین هست آقا جوونا هم هستن این جوون هم تو ببین سیاه خالی تیون لبن بزبی میام رگم بزبی سه روز شب تو برکت گاز نزبی میام رگم بزبی وقت شما موشهای به قول محمد رضا شاه اکثریت خاموش شما اگه همه تون به سینا بشین که اینا پلیده رو میندازین بیرون چقدر نهضت انقلابی توی ایران بوده سپید جامگان سرخ جامگان چه جامگان چه جامگان بابک خرمدین چه یعقوب لیث کاوه آهنگر فلان بابا باشید اینا بندازید بیرون دیگه تا کی میخواین همینطور بشینید من پری روز رفته بودم یه جا اینجا داره همین مینیاتور دو فرانسه رو کوچیک دارین شدیدم مشهد امامزاده اینو درست کردن تو مشهد یعنی خوردو که زله بجیزن ما رفتیم اونجا یه دختر بچه 12 ساله از ایران اومده برنامه ما رو با پدر مادرش پدر مادر بزرگش اینا میبینه آقا ما رو دیدم اینا دیروز که قرمسجد بود برنامه ما پخش شد امروز هم که ناهید همون برنامه ساعت 2 در پاریس پخش شد الان ما در پاریس هستیم در مینیاتور فرانس که اینجا تمام فرانسه رو کوچولو می‌بینید از وقتی ما وارد شدیم من دیدم یه خانوادگی پشت سر ما همینطور دارن میان و با هم درگوشی میکنن یه خانواده که بچه کوچیک داشت جوان نوجوان و مادر بزرگ و اینا که مثل این که از راه دور اومده من دیدم من احساس کردم که اینها ایرانی هستن تقریبا یک نیم ساعتی گذشت که ما اینجا دور می‌زدیم من برنامه دیروز رو یک روایی از خیام خوندم براتون ولی آخرش رو از خودم اضافه کردم که بعد از ما را چه رسید گفتم آیین اوستا همه جا بال کشید یا آیین اوستا جهان بال کشید بعد از این که ما اینا رو دنبال میکردیم دیدم یکی آقای از همان گروه به من نزدیک شد و گفت آیا اوستا گفتم جانم دست و حال و احوال رو بوسید بعد این کاغذ رو من داد گفت که اینو دختر من 12 سالشه که دورتر وایستاده بود گفت الان برای شما نوشت من گرفتم و نمیدونستم چی وقت اینا رفتن و اینا حالا میخونم برای شما و اینها نسل افتخار آفرین ایران آریایی هستن که آدمو اینجا به گریه میندازن نوشته یک چند از آن تمدن به بیراهه شدیم یک عمر در اسارت تازیان شادانه شدیم بنگر که در این 1400 سال تازیان ما را چه رسید بعد اینجوری تموم میکنه امروز اما امروز آیین اوستا آیین اوستا به جهان بال کشید این نسل ایرانی است من دست این دختر ایرانی رو میبوسم پدرش رو مادرش رو پدر بزرگ و مادر بزرگش رو که همینجا هستن
و براشون تندرستی آرزو میکنم و سپاسگزار مهر همه مهربانیاران اینچنینی هستم. روی بلیط اینجا نوشته اید برای آنبد ببنده. وقت تو رو میان نمیذارن اسم آریا رو بیاری، اسم ایران رو بیاری، کاری میکنن که ننگت باشه اسم آریا ایران میاره. آقا تو همین نمایشگاه که ما رفتیم، حال نمایشگاه در شهرکی که مینیاتور دو فرانس هست، یعنی فرانسه کوچک هست، هم واردش که میشه آریا رو آواز میکردن اونجا. موشک آریان، آریان زن، آریان مرد، با افتخار از آریا و آریان استفاده میکنن، یعنی ایران. طور کاری کردن بدبخت که بترسی بگی من آریایی هستم، افکار و شخصیت های تازی رو نمیپرستم. اینو ببین، آریایی، آریایی، افتخار کن. آریایی، آریایی، آریایی. این فوزه آریاست. آریایی، آریا، آریا و آریایی در جهان معتبره. فقط تازیان هستن که میخوان تو نگی ما آریایی هستیم، تازی میپرستیم. هیچ کس دیگه مخالفی نیست از سرزمین های آزاد و خردمند. آریا افتخار جهان. به جز میان برای ما توته میکنن که آقا همه قهرمانان رو از ما بگیرن، ما قهرمان نداشته باشیم. فکر کنیم الانه قهرمانایی که رفتن عراق صدام حسین رو نابود کردن، بعد سادات تازی رفتن عراق رو بیشتر از ایران، اونایی که با ما جنگیدن تمام بعثیان اینا بدبختا، همه ملت، ملت با صدام حسین بود، ملت با ایران میجنگید، حال اونجا رفتن اونا رو میلیاردها دلار خرج اونا میکنن. بعد قهرمانان رو از ما بگیرن. زمان پادشاه هم همینطور بود، قهرمان ها رو از من میگرفتن. تختی شاه بهش مدال میده، چجور میشینه تماشاش میکنه و و و و و و آقا این بنده خدا مشکل با زنش داشته و اینا، میره خودکشی میکنه. آقا صمد بهرنگی رو، یارو که بگو آقا من با صمد بهرنگی بودم، این شنا بلند نبود غرق شد. تختیرم آقا همه بچه خودشون، بابک عزیزم بارها شنیدم گفتی اینو، میبوسمش نازنین رو، تختی رو شاه کشتدش. ببینیم با شاه چی شده، تا کمر خم میشه. حالا دیگر بعد در ارتباط کتاب اینو صحبت شد، همه شنبه چون خیلی از دوستان بسیار شما تماس میگیرید که آقا کجای ما بیان ببینید، ما سر جامون هستیم. حالا اونایی که میخوان ببینن اینا، من به شما قرار میدم تشبیه لیوان آبی با هم بخوریم همین یک شنبه در لیکرا، شهرداری پاریس 5، روبروی پانتئون و دانشگاه سوربن، این نمایشگاه ما در خدمتتون هستیم، تشریف بیارید. خیلی من خرسند میشم به دیدارتون عزیزان من. برادرای افغانی ما، آریایی ما الان به دو دسته تقسیم شدن. نه اصلا موقعی که حتی غنی قدرت رسید به دو دسته تقسیم شدن. یک دسته اونهایی هستن که خب همین طالب و القاعده و مذهب سفت و سق، یک عده دیگه وسط اینا، وسط اینا بین این و اون، مسعود رو میذارن پشت سرشون، نماز شبشون هم میخوان، میگن ما خراسانی ما آریایی هستیم. یه مسئله دیگه هستن، این تیپ دیگه هستن که اصلا ایورین، اوستایی 100%، آریایی 100%، زرتشتی آیین دین 100%، اونا اونجا، اینها که باید تقویتشون بکنی، این طیف سومه رو، اینایی که هنوزم باز میان همون جمعیت اسلامی و فلان، حتی آقای ربانی که کشته شد و حتی مسعود، موقع من به شما بگم اگه نمیدونید، مسعود مثل خیلی دیگه مجبور بود به دین بچسبه، چون همه اطرافیانش بی سواد و اسلحه به دست، اگه یک بار نمازش دیر میخوند همونه میکشتنش. شرایط مسعود، احمد شاه مسعود، با شرایط تو که الان اومدی تو خارج پرانده شدی، با شرایط تو که شبا میان تو همون افغانستان سر همتبار تو رو میبرن فرق کرده.
شما دیگه احتیاج ندارین با مصلحت با دین باشین، با مصلحت با مذهب باشین، با مصلحت سلام و صلوات بفرستین دین تازیانی که 1400 سال کشته شما دل میکشه. اگر از این مصلحت بازی نیان بیرون، یعنی معلوم میشین شما هم به گونه‌ای سرنختون به تازیان بنده، همونطور که وقتی احمد شاه مسعود کشتن چند میلیون دلار به اطرافیانش دادن همه دهناشون بستن، هیچ کس رفت دنبال پرونده قتل احمد شاه مسعود بگیره، هیچ کس. به همین خاطر شما الان بایستی مثل امام علی رحمان تاجیکستان لایک باید باشید، تکیه به مذهب نباید بکنید. جایگاه هم اگه نمیتونید به اروپا میرین که اونجا به بچه ها هم تمام رزم‌آوران میگه ما از خاک دفاع میکنیم، از دین دفاع، همه دین ما رو شارده حقر داریم کشه. اگه تا یه نتونید روشنگری بکنید بچه ها، کارتون خرابه، کارتون خرابه، همه تون کشته میشید. نه تاجیک میمونه، نه ازبک میمونه، نه هزاره میمونه. هزاره اصلا میدین چی؟ الان در شما هزاره، حجت هزاره ای، هزاره که آن خودشون نمیدونن، یه نفر از شمایی رو نمیدونه. هزاره ها، هزاره ها یعنی کسانی که معتقدن که هر هزار سال زرتشت دوباره میاد و حجت نجات و همون مهدی که نمیگن و فلسفی داره نمیخوام میگم. ازبک و تاجیک، تاجیک اینها سپاهیان مثل کردها، اینها مثل حتی پشتون، اینها سربازان و جنرال های ارتش های بزرگ ایران، مادها، اشکانیان، هخامنشیان بودن. اسلام رو به زور به شما زور چوپان کردن، حالا میگه اون مالکی ما، ما هم بیلیه.